صبح زیبا بعدلن گزه همه شما بیننده های عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور بازم بخیر باشه و شما را خوش آمدید میگم به بخش رنگین کمان برنامه و در این بخش برنامه هم رسام ها و نقاش های بسیار عزیز با ما هستند، جوانان با استعداد که استدیوی ما را قشنگتر و زیباتر ساختند. مهمان های ما نقیب الله جان، عظمت الله جان و علی سینا جان هستند که همه شما را خوش آمدید میگم، صبحتان بخیر باشه و از شما عظمت الله جان میخوایم شروع بکنیم، انشالله که بخیر رسیده باشه. نقیب الله جان تشکر. سلام، صبح بخیر افغانستان. سلام و وقت بخیری دارم خدمت تمام شما عزیزان بیننده که همین اکنون بیننده زیباترین برنامه جهان در سرتاسر افغانستان صبح و زندگی هستین. آرزو میکنم صحتمند، سرحال، لباس عافیت به تن داشته باشین، از گزند روزگار تلخ در امن و امان باشین. نقیب الله حیدری هستم، یکی از محصلین دانشگاه کابل در خدمت شما دیگه، دپارتمنت گرافیک دیزاین و نقاشی و مدت 5 سالمش زیادتر میشه که نقاشی میکنم و رسام میره. بسیار خوب، بسیار خوب. دیگه موضوعات نگوین که باز من از شما سوال کنم، با سوالاتم خلاص میشه. و علی سنا جان قند، خودت هم خوش آمدید میگم، صبحت بخیر. خوب هستی؟ خوش آمدید. و در آخر هم عظمت الله جان، صبح شما هم بخیر، خوش آمدید. به نام یاد خدا سلام دارم خدمت شما رسان جان، خدمت بخش همکاران تخنیکتان و هموطنان عزیز. امید که همشان جور و صحتمند باشند. وطن درست باشد. سلامت باشین. خوشحال هستیم از اینکه شما را امروز در استودیو با خود داریم و قدر تابلوهای مقبول، قدر رسامی های مقبول را با خود آوردن که توجه ما را در اون ابتدا به خود جلب کرد. خوب است از اون تابلوی مقبول که در اون کنج گذاشته شده آغاز بکنیم که کار کدام شما هست و چقدر وقت در بر گرفت تا اینکه تمام شود. تابلوی رنگ روغنی است که به سبک راشا کار شده، دگمی یکی از مناطق هم و اطراف افغانستان است، ولایت اطراف است که یک کنج قریه را نشون میده، جوی است، یک درخت است، همراه یک چمندک را روی است، یک فضای افغانی را نشون میده. آها، شما سبک کاریتان چی است؟ تخیلی است یا ریالیزم است؟ بیشتر ریالیزم و تخیل هر دو را پیش میبرم. باز تخیل تمامش دیگه، تخیلی از خود کار میکنم، مثلا بازو را قسم کار میکنم، یک چند نمونیش برتان نشان بدم. گو تمامشون فقط مفهوم از زیر بیان میکنه که در خود تصویر چی است. فرزند شما یک سک میبینین، این مفهومی است و این از تخیل کلان کار کردیم. اسکلیت که است خودش نشون دهنده مرگ است و از شکسته های که روز اسکلیت شما میبینین نشون دهنده ظلم و ستم است. چشم اسکلیت کور است، دیدن نمیتونه، فقط دهن خود یک چشم داره. این نمایندگی ازی میکنه که ما فقط اجازه دیدن نداریم، انتقاد کردن سرما ممنوع است. انتقاد کردن من. بله. خب. اجازه گفتن نداره. و این تصویر دیگه دسته که هم استخوانایش معلوم میشه و هم تقریبا قسمتایش سالم هم است. خودم اسکلیت کسی که نشان دهی مرگ است و پوست کس نشان دهنده زندگی است که مرگ است نگی هر دو جای میشه نشان دهنده شهید ما را میته و قلم کسی که نمایندگی از علم دانش میکنه که شکستگیش یعنی علم دانش از بین رفته. دی تصویر ما خواستیم که نشان بدم امو حمله که سر پنتور کابلشته بود مسئلینشو شهید ساخته که علمشان از بین برد که نه بسیار ظالمانه که نه فایدهشان به خودشان رسیده تانست و نه به هدفهای خود رسیده تانستن. یکم قسم یک تصویر داشت. بسیار خوب. از شما عظمت الله جان میخوایم پرسان بکنیم در رابطه به سبک کاریتان و کارهای هنریتان که با خود آوردین. سبک کاری من رنگه و زغالی است، همچنان خودکار که به مدت 2 سال شده که بس نقاشی روی آورده نقاشی کار میکنم. و سبک همی رنگ است، زغالی و پنسل خودکار. خودکار است. نمونه کاریتان کدام است؟ نمونه کاریم یک ایه. بسیار خوب. دا کبوت توتی است دیگه نه؟ توتی است. بسیار مقبول. این خودکاری است؟ این پنسل رنگه. پنسلی با رنگه ساده کار کرده. خیلی مقبول. در کنارش هم یک تصویر خیلی زیبا را کار کردین. این تصویر هم از دفعه پیش که آمده بودم یک عکس از همکارتان بوده از محمد یاسر جان. خب بسیار خوب. واقعا مقبول است؟ و عکس شانم در کنجک هست نی؟ بسیار خوب. و تابلوی بعدی را میخواییم نشان بتین بر بیننده عزیز ما؟ تابلوی بعدی هست سبک زغالی است. خواه، یعنی با زغال کار کردین کلن؟ بله. یا پنسل چرا کن؟ تمامش با زغال کار کردین. واقعا بسیار عالی. اسم بار اول مسی رقم رسامی را میبینم.
چقدر زیبا. تو احساس میشه که کاپی شده نی؟ بسلا کاپی هم از زغال استفاده میشه که هم ورقای کاپی که ما یک خطره یا چیز را میخواییم که کاپی بکنیم و خیلی کارشان فوق العاده است. ایده از کجا شما یاد گرفتین؟ چطور علاقه مند شدین که سبک زغالی را شما بیشتر کار بگیرین؟ سبک زغالی یک از پرطرفدارترین سبک است که بعد از سبک رنگه سبک زغالی است که ما از طرف استاد خود آموزش میبینیم که بسیار مشکل هم است. ما طرفدار سبک زغالی بسیار خیلی مقبول است واقعا. خب این تصاویر مطمئنن که مفهوم خاص خود را هم داره. در رابطه با مفهومش هم بگو بر ما. اولی تصویری که پیش ما است مفهومش داستانش طولانی است، کوتاه‌تر اگر بگویم. پیشک است امرای صاحبش سرباز است، میرد به جبهه، باز پیشکش که نمیتونه برش رسیدگی کنه، باز همیشه برای اینکه برش دیق نیاره داخل کفش خواب میکنه. آها، داخل کفشش میباشه و می دوستیشانه نشانه ده. دوستی و محبتشانه. و پیش خود تو تصویری که هست مفهومش چی است که یک طرفش لبخند است و طرف دیگهش یک چهره آشفته و غمگینه نشان میده. این هم سبک اصلیش رنگ است، رنگ روغن که اصلی است. باز دیر من به شکل ایدیت کردم به شکل سیاسفید، این باز من به شکل سبک زغالی کشیدم. به سبک زغالی کشیدی و چقدر وقت تا گرفت؟ روزانه سرش دو ساعت کار میکردم که مدت اتمام کارش چهار ساعت، چهار روز. چهار روز. خب معلوم میشه که بسیار بالای زیکا شده و به خاطر وقت زیاده در بر گرفته. خیلی مقبول است. و علی سینا جان از خودت مشنایم، حالا خودت چقدر وقت شده که رسامی و نقاشی میکنی؟ از ما از دو ماه یا کمتر یا زودتر میشه که ما به کورس رسامی میرفتیم. بسیار خب، دو ماه میشه؟ بله. خیلی خب، دیگه رسامی میکنی؟ هنوز در نقاشی نرسیدی؟ بله. خب ببینم که چی کشیدی، بسیار مقبول است. و دیگه تصاویر تا هم نشان بده؟ خیلی زیبا، چقدر رسم قشنگ. چی معنا میده؟ چی میکنه ای خانم در این صحنه؟ این معناش ایست که در امروی جنگوی که در کابل صورت گرفته ای چی شده؟ معیوب شده. معیوب شده، واقعا متاسف هستیم به ای خانم دیگه نی؟ بله. نه. واقعا صحنه غم انگیز است. بیشتر ما که متوجه شدیم چیزایی را شما به تصویر کشیدین که صحنه های بسلا دلخراش بوده یا صحنه های غم‌انگیز را نشان میده. چرا شما خواستین که مثلا یگان زیبایی ها را به تصویر نکشین یا هم در کنارش یگان نکات مثبت از بعض صحنه ها را؟ هدف از ما این بود که از روز که ما در نقاشی روی آورده بودیم که از نظر کشور خود ما، نظر به کشورهای دیگه زیبایی هم داره ولی از زیباییش بیشتر درد و غمش زیاد است. باز ما امزه خاطر که پر از تصویرهای مفهومی درباره دلخراشی، درباره غمگینیش هم چیزا رسم میکنیم، کلش انتقادی و مفهومی است. انتقادی و مفهومی است، اما سبک کاری تا نمیره. بسیار خوب. خب نقیب الله جان، خودت میشه بر ما بگی در کنار ازی که خودت محصل هستی بخش گرافیک دیزاینینگ گفتین نه؟ بله، گرافیک دیزاینینگ و نقاشی. و نقاشی چقدر کارهای هنری جدا از درسای پانتون خودت انجام میتی و کورس داری، مرکز آموزشی داری، شاگرد داری یا خودت کار میکنی؟ خب خودم شاگرد داشتیم در مرکز آموزشی مختلف تدریس کردیم، دیگه در بخش در پاولی از بخش ژورنالیسم پیش میبرم، اسنادهای تجربه کاری هم دارم، تقدیرنامه‌ای که از ژورنالیسم گرفتیم. دیگه باید جواب سوالتون که بیشتر فرمودین باید بگویم که در رنگ روغنی کسا که خود دیتیلز کار نمیشه، از او خاطر ما کلا زیادتر طبیعت کار میکنیم. و پنسل کسا که یک ظرافت بسیار خاص داره و می ظرافت هر چی بیشتر باشه عکس طبیعی تر واقعی تر نشون میده. از وقت ما خواستیم واقعیت و امرای می زندگی روزمره افغان ها یه جا شب کم تصویر مقبول بیاید و هم یک معنای خاص بده، به نظر ما جالب میاد. زیادتر پنسل از عکس مفهومی میگیریم و رنگ روغنی کسا زیادتر از تابلو کار میکنیم، به خاطر که قدر دیتیلز خاص نداره. خب بسیار خوب. ای و کار زی چقدر وقت در بر گرفت؟ چقدر زیبا هر کدام شد از ظرف دو ما کار کردیم که یک بچه از ولایت زیبای پروان است که کراچی وان است. اگر معالت غمگینیش روی تقیدش نشان میده، سروازش نشان میده، یعنی مزدورکار افغانستان نشان میده که در چیال روز قرار دارن. دقیقه در پرسرشم یک مادر را نشان میده که
بسیار رنجیده و غمگین است. با می چهره اشکبار خود بازم لبخند به دهن داره و تمام چینچروک چهرش نشوندگی هم غم هایی است که در زندگی کشیده. واقعا بسیار جز زیبا است و من فکر میکنم هر قدر بالای یک تصویر کار زیاد صورت بگیره و ما قدر وقت گذاشته شوه به مو اندازه مقبولتر و طبیعی تر معلوم میشنی و خاطر از اینکه همین خطای چهره از اینا را بسیار زیاد شما دقیق و ظریف کار کرده. بله و مربوط تناتمی میشه. خب باز اگر پدگاه مثلا وقتی که عکس تکمیل شده از خود حدود اندازه داشته باشه بهتر است. اگر زیاد کار شده میشه یکان جو اسپیش ماشته باشه و یکان چیز خوب خراب شه خراب بشه. آها باز پس پاک میکنین دوباره بله. رسم میکنین. خیلی خوشحال شدم از حضور شما در برنامه نقیب الله جان، علی سینا جان و اسمت الله جان. از اینکه تابلوهای بسیار مقبول هم با خود آوردین انشالله که موفق باشین در تمام عرصه‌های زندگیتان. زنده باشین. خیر باشین. اوقات خوب باشین. از شما عزیزو هم قلبا سپاس که تا این دم در کنار ما هستین. بخش نبض سلامتی برنامه را فراموش نکنین. فعلا وقفه بسیار کوتاه.